یه چند دقیقه راجع به صحبت های من کسی سوال داره من خدمت شما. داشت میگن نفس لوامه. در صورت که واقعیت میبینیم که مثلا یه داعشی یه سری رو میگوره خیلی بهش لذت. نه شما با داعشی ها بودی؟ باشون صحبت کردی؟ مثلا یه مدافع حرم کسی رو میکشه با چکمه سر میذاره رو پاش پست میکنه، یعنی لذت بخش؟ نه مفهومش لذت بخش نیست اتفاق. یا مثلا فیلم هایی رو که الان میسازن ببینید کش و کشتارا تمام هیجان و لذته وقتی نگاه میکنید. هیجان که داره، اون ربطی به لذتش نداره. این که شما فکر کنی یه جنایتکاری هیچ خلوتی نداره، هیچ جا وجدانش بهش نمیگه این کار اشتباه بود، این درست نیست. حداقلش اینه که مثلا شما به عنوان تحقیق باید رفته باشی مثلا حتی بین داعشی ها باشون صحبت کرده باشی، یا نرفته باشی زندان اینایی که قاتلن آدم کشتن، نه اونی که اتفاقی آدم کشته، اون که هزار بار پشیمونه، نه اونی که صد نفر رو کشته. برو باش صحبت کن ببین اوضاعش چیه. خود راجب شیطان این چیزایی که توی روایات داریم میگن که مثلا اینجوریه که سر خودشو کلاه گذاشته که من بالاخره یه جوری بر میگردم، مثلا متوسل میشم، مثلا خدا انقدر بخشنده است منو هم میبخشه. حواسش نیستش که خدا میبخشه، تو میپذیری. اصلا این مشکل بخشیده شدن رو ما بهش توجه نمی کنیم که آه خدا میبخشه. بله الکریم اذا قدره عفا، کریم بتونه ببخشه میبخشه، قطعا خدا میبخشه. اما اصلا مشکل بحث خدا نیست. شما توی اشتباه، توی یک گناهی که رخ میده دو تا اتفاق میفته. ببین من خدای نکرده میزنم تو گوش این آقا، یه گناه اینه که من زدم تو گوش این آقا، خوبه؟ این قابل جبرانه، منو ببخشه، نه یه چیزی بگیره ببخشه، یه بزرگتری بیاد وسط بگه آقا بی خیال شو، نه خود خدا بیاد بگه آقا چقدر بدم از این رازیشی. یعنی عمل گناه که اتفاق افتاده، اما من چرا زدم؟ اون یه صفت تو درون من ارو تکبر زدم، ارو حسادت زدم، اون درمانش دست منه دیگه، از خارج کسی نمیتونه بیاد به من کمک کنه. این که من زدم تو گوش آقا یه فعلیه، از بیرون یکی میتونه اصلا بدون اینکه من قبل دوست داشته باشم بابای من بیاد بگه آقا بچه من زده تو گوش تو، من چقدر بدم تو حلالش کنی، من چیکار کنم تو راضی بشی. تو هم آدم کریمی باشی بگه آقا من اصلا بخشیدمش، پس اون عمله تموم میشه بدون دخالت من، اون عمل قابل چیه؟ بخششه. اما من چرا زدم؟ ارو حسادت زدم. حسادت من چی؟ این که دیگه نمیتونه یکی بیرون بگه من حسادت تو بخشیدم، اون فقط میتونه دارو بده. کی باید دارو رو بخوره تا خوب بشه؟ من متکبر، من حسود. حالا اگه من نخوردم چی؟ مشکل اینجا میشه. پس اینکه میگن آقا ما میریم هر خلافی میکنیم بعد میگیم خدا ببخش ما رو ببخش، این چه حرف مسخره ای؟ این که خب بله خدا میبخشه، خب تو خودت صفتتو چیکار میکنی؟ همین خودش صفتیه دیگه، این صفتو چیکارش میکنی؟ این پستی که الان تو وجودت رخ داده رو چیکار میکنی؟ این درمان میخواد، مطمئنی درمانو میپذیری؟ شیطان تونست تکبرشو بذاره کنار؟ اون روایتی هست که حضرت عیسی مسیح شفاعتش کرد، خدا گفت گناهاش با من، خوبه؟ صفتش چی؟ تکبر کرد دیگه، ابا واستکبر، از رو تکبر ابا کرد، قبول نکرد با انسان همکاری کنه، خوبه؟ خب آیه درست خوندم؟ درست خوندم. خب از اینجاش که درست بود خوندم گشتن یه آیه پیدا کرد، گوش میکنین چی عرض میکنم؟ ارو تکبرش خب قبول نکرد، خدا گفت به حضرت عیسی وحی شد که آقا بگه خدا یا من اشتباه کردم منو ببخش، بخشیده میشه. شیطان همینو حاضر نشد بگه، گفت اون باید از من بخشش بخواد، اون اشتباه کرده. پس چی باعث شد شیطان شفاعت نشه؟ تکبرش، صفتش، اونجایی که به خودش مربوطه. تو گناه این اتفاقه هست. حالا اینکه یه داعشی با لذت سر میبره، نه اینجوری نیست.
اینجوری نیست. چیزای گزارشایی که ازشون اومده از امثال داعشی و آدم بدای تاریخ، اینا که فقط نیستن، آدم بدای تاریخ رو بخونید، تو رفتاراشون نشون میده یه جایی با خودشون مشکل پیدا کردن. یعنی همین که پناه میبره به مشروب، اون مشروبی که اونا میخورن با مشروبی که الان تو دنیا مرسومه میخورن فرق میکنه ها. این که یارو سر سفره یه ذره مثلا مشروب میخوره، مثلا انقدر که یه حالی بهش مثلا یه ذره داغشه، این فرق میکنه با اونی که سر پاتیل میشینه مثلا با کوزه میره بالا. مشروب خوری آدم بدای تاریخ پاتیلی بوده، میخواسته از خودش راحت شه، میخواسته خودش رو نبینه. یکی به من میگفت این کارتون خوابا اینا خب همینجوری بدبختن، چرا اعتیاد دارن؟ گفتم اصلا مگه میتونی کارتون خواب باشی معتاد نباشی؟ چجوری باید فرار کنی از کارتون خوابی؟ حداقل اینه که بزنی نفهمی کجایی. این کارتونه که لوشی بگی تخت روونه، مجبور میشی معتاد بشی، وگرنه چجوری میتونی تحمل بکنی توی قبر زندگی کنی؟ باید یه چیزی بزنی نفهمی اینجا قبره، بری تو توهم، بری تو توهم بگی اینجا قصر، منم مثلا پادشاه این قصرم، دستور میدم تو بشی، یه چیزی تو ذهنت بشی، تو باشو تو باید بزنه بنده خدا که از اینجا فرار کنه. اینکه آدم بدای تاریخ پناه بردن به این داستانا سر اینکه از خودشون میخواستن فرار کنن، غافل از اینکه از خودت نمیتونی فرار کنی، چون خودت با خودتی، کجا میخوای بدی؟ تا جوونی زورداری میشه ها، خیلی ما جوانای خلافایی میکنیم گوش نمیدیم به حرف خودم، برو برو من خوب کاری کردم اصلا درست، برو برو زورت به خودت میرسه، اما یه جای دیگه زورت به خودت نمیرسه. من دیدم با چشام، من پیرمرد دیدم یه گوشه میشست، من یه وقتایی میرفتم دیدنش اصلا یعنی یه کوه عبرت بود، میشست بعد سر تکون میداد همینجوری، من یه وقتایی میرفتم بهش میگفتم چه خبر حاجی، گفت افکارم رهام نمیکنه، تمام تصمیمات زندگیش اومده بود جلوی چشش، یعنی خودش قیامتی را انداخته بود همونجا تو دنیا، قیامت درست کرده بود، خودش قاضی بود، خودش شاهد بود، خودش متهم بود، خودش وکیل مدافع، خودش همه چی بود. این که قرآن میگه فعل همه ها فجوره ها و تقوه ها، چرا میگه؟ درست خونده آقای که اینا رو شک کن اشتباه نشه وقت والا میگن، میگه چی میگم؟ قرآن پس چی میگه که من به تو میفهمونم، من به تو نشون میدم خوبی و بدی و، مگه میشه نبینی؟ مگه میشه لفظ لوام تو درون کسی حرف باش نزنه؟ نه خب این که مسلم، این که ما به سمت خوبی باید بریم، انا لله انا الیه راجعون، خدا که بدی نیست، خدا خوبیه، پس اون خوبی و بدی خودتو داره بهت نشون میده دیگه، داره خوبی و... نه میخوام بگم تو واقعیت، حالا مستند قرآنی که چون اینجا مکتب دینی و قرآن داریم میگیم، داریم از قرآن شاید مثال میاریم، ولی اگه شما بخوای بگی اینجوری نیست، آدمی هست که خلاف میکنه و احساس خلافم نداره، من تا حالا ندیدم حداقل، من زندانم رفتم با زندانیا صحبت کردم، براشون جلسه میرفتم یه مدتی، خیلی آدمایی رو دیدم که خلاف کردن گیر نیفتادن، گیرم نیفتاده، عذاب وجدان نداره. تاریخ هم بخونید آدم بدا حرفایی زدن که میبینی عذاب وجدانه توش هست، رفتارام که میبینی هست. بعدم تو زندگی خودت نگاه کن، تو خودت چه کار بد کنی از درونت بد نگم بده، به خودت نگاه کن، کاری نداره که. اگر ریدم این بدونم که حقم و کسی رو که دارم میزنم باطله، خب میگم همونشم یه جایی که از این باور بیای بیرون، راستشو خودت به خودت میگی من آدم دیدم که فکر میکرده حق آدم کشته، بعد به من میگفت که کنار کعبه رفته بودم ولم نمیکرد اون طرفی که کشته بودم، و انگار براش نماز خوندم توی درگیری ها، تو جنگ زده بودا، ولی بالاخره رهاش نمیکنه، اینجوری نیست، نفس لوامه کسی رو رها نمیکنه، امکان یعنی اصلا شما تجربیشو بخوای برو به ذهکارا رو نگاه کن ببین دنیاشون چی خوبه، خود زندگی خودت رو نگاه کن ببین چه جوریه، تاریخو بخون ببین چه جوریه، تو مکاتب دینی هم که این اومده. فهم سلام، من در مورد
بله. من خیلی تعجب کردم چون ما این همه در قرآن قانون داریم، احکام مختلف داریم، بعد چطور میشه قرآن کتاب قانون نباشه؟ همینی که در قرآن بود، قرآن میگه که حدود الهی به من یتعدا حدود الله اله، قوانین مختلفی ما تو قرآن داریم. توی قرآن مثلا راجع به بردهداری صحبت شده. حالا بردهداری اونم یه مسئله، نه 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 یه مسئله دیگه نیست، میخوام بگم داستان چیه. توی قرآن مثلا راجع به بردهداری صحبت شده، درسته؟ یه سری مطالبی گفت. اینا قانونه؟ قرآن توصیه بردهداری نکرده. نه اصلا هر چیزی یه قانونی گذاشته براش دیگه. اصلا من نمیگم توصیه. توی دو سه جای قرآن کفاره بعضی از کارها رو گفته که اگر مثلا این کارو بکنی یا بعد از نه. چرا؟ قرآن هیچ توصیه نکرده بریم بردهداری. نه نگفته برو برده بگیر. من قانونو میگم. قانون رو دارم گیم، اصلا بس آزاد کردن برده که تو قرآن رو که یه چیز دیگه ایه. من قانون رو میگم، اگه یه برده ای زد یه آزادی رو کشت، اگه یه آزادی زد یه برده ای رو کشت، خب الان برده رو میگیریم، آزاده رو میگیریم قصاص میکنیم؟ نه دیگه، تو قرآن میگه نه، میگه میدونم الان نداریم، آفرین، میدونم. میخوام بگم پس این چیه گفته؟ اگه قانونه که باید بمونه دیگه، باید بمونه اونجا. خب این چیه که الان تغییر کرده میگه الان نداریم؟ یعنی الان اگه زدی یه برد، یه آزادی زدی یه برده ای رو کش، فرض کن یه جای دنیا برده داری دوباره راه افتاد، توی چه میدونم توی جنگلی، توی مثلا آفریقا، توی آمازون، توی هر کجا یه برده داری راه افتاد، نمیشه دیگه. میگه الهر رو بالهر، بیار یه آیه، بیار آقا قرآن، بیار بازداری، گیر نکن فرق جواب صد نفر رو بریم بریم. خب پس نمیتونه که، نمیتونی به جای خب آفری، حالا اگه یه آزادی زد یه برده ای رو کش چی؟ آقا تو احکام داره که اعدامش نمی کنی، نداره. آقا این احکام تو کتابا فقهی پره، آزاد هر آزاد بزنه برده رو بکشه، آزادو نمیکشن، قصاصش نمیکنن. این قطعیه تو همه این شیعه و سنی، همه همینو میگن. از رو قرآن میگه. این یه مورد یعنی چی؟ چیزای دیگه که داریم. آقا ولش کن، صبر، نرو این ور اون ور، حرف منو بذار بگیرم چی به شما دارم میگم. شما میگی کتاب قانونه، میگم خب این قانونه، این باید بمونه. آره اگه ما برداشت بگیریم، این که ظلمه که، حرف قرآن گفته ظلم کن؟ شما فکر نمی‌کنی قرآن رو نفهمیدی؟ نه ببین اشکال اینه که ما می‌خوام قرآن رو بخودم، نه اشتباه می‌کنی شما. ما نمی‌خوام قرآن با خودم تطبیق بدیم. من می‌خوام بگم قرآن نمی‌تونه چرت و پرت گفته باشه. این حرف چرت و پرته. این حرف هیچ کس امروز تو دنیای نه شما نمی‌پذیره که به یکی بگی برده فکر کردی چجوری می‌گرفتن؟ با کشتی وای می‌سادن یه جایی، می‌ریختن همه رو، می‌گرفتن زنجیر می‌کردن می‌بردن. این میشد برده. آقا صبر کن، یکی یکی باید توضیح بدم دیگه، میخوام از سر بحث نرو اون ور دیگه. خب چون دارم به شما میخوام بگم که چون کتاب قانون نیست چیز، قانون ارث هم به شما میگم الان، قانون ارث هم الان من به شما عرض میکنم. میخوام برای چی به شما میگم نیست اینجوری؟ برای چی به شما عرض میکنم نیست؟ یه سوال از شما میکنم. یه زنی آقا 30 سال خونه یه مردی زندگی کرده، خوبه؟ زحمت هم کشیده، بچه براش بزرگ کرده، 7-8 تا بچه بزرگ کرده و عمرش گذاشته تو خونه این مرد، و این مرد مرده، خوبه؟ و فقط زمین داره، به این زنه ارث میرسه؟ نمیرسه دیگه، درسته؟ خب میدونم حقش نیست، باید ارثش نرسه چون این زمین داره، هیچی به زنه جانه رو بلشون. من نمیگم قرآن ظلم میکنه، میخوام شما قرآن رو نفهمیدی، چرا میری پشت قرآن قایم میشی؟ کی گفته قرآن اون حرف زده؟ من همه مشکلم با شما همینه. الان میگه آقا فلانی علیه قرآن، من نه علیه فهم شما دارم صحبت میکنم، من چه کار قرآن دارم؟ من اتفاقا میگم قرآن رو نفهمیدی، این حرف خلاف انسانیته. یه زنی 30 سال خونه یه مردی زحمت کشیده، همه کاراشو کرده، بچه براش بزرگ کرده، خونهشو نگه داشته، همه کاری کرده. خب بذار توضیح ارث قرآن،
کی میگه مشخصه؟ میخوام میگم اینجوری نیست. میدونم عزیزم، من الان یه سوال از شما کردم، اشکال نه، من یه سوال از شما، من میخوام بگم اینا اشتباهه، من میخوام بگم این فهم شما از قرآن غلطه. نه همه فقها اینو نگفتن. چرا میتون آقا الان فقها اگه حرفی دارن بذار فقها بیان صحبت کنن، شما نگو پس. پس شما چه کاری؟ نظر فقها خودشون بیان بگن. شما چه کاری؟ شما چه کاری فقهایی به من بگو؟ من دارم خب برو ازش تقلید کن، پس سوال نکن دیگه. چیزی که تقلیدیه سوال نداره که. سوال مال کسی که میخواد حقو بفهمه. اونی که میخواد تقلید کنه برو تقلید کن، سوال نداری. برو شما تقلید کن. اون روشی که آقا شما چرا حرف تو دهن من میذاری؟ شما مگه مقلد نیستی؟ برو تقلیدتو بکن. سوالت هم داشتی فقیهت بپرس. فقیهت سوال کن، بگو آقای فقیه مامان من 30 سال خونه بابام زحمت کشیده، الان بابای من عمرشو داده به شما، بابای من فقط زمین داره، این ننه من هیچ ارثی بهش نمیرسه؟ هیچی؟ ولش کنیم؟ نه نه، من یه سوال شما، شما اصلا با من بحث نکن. شما یا محققی، گوش کن عزیزم، شما یا محققی عقل مگه نداری؟ این قرآن 300 تا آیه توش گفته فکر کن، شما میگی در فکرتو بذار. من میخوام بگم شما قرآن درست نفهمیدی. اگه مقلدی که اصلا سوال نکن. من که گفتم واقعاً من میدونم. من از شما یه سوال منطقی پرسیدم، میگم یه زنی که 30 سال خونه شوهر زحمت کشته، شوهر فقط زمین داره، یه وجب دو وجبم نه 1000 هکتار زمین داره، فقط زمینه، به این زنه چی میرسه؟ هیچی؟ الاف؟ شما نمیدونی پس چی سوال میکنی؟ من میخوام بهت بگم نفهمیدی درست مطلب رو. پس نیومده اینو بگه مثل آقا شما در عقل تو، شما میری دکتر، شما مهندسی دکتر نیستی، خوبه؟ میری دکتر میگه آقا دکتر من سرم درد میکنه، آبریزش بینی دارم، گلومم آب دهنم میتونم قورت بدم. بهت میگه که شما میری 3 کیلو کاهو میشوچونی، کاهو با 2 کیلو یونجه مخلوط میکنی میخوری. شما این کارو میکنی؟ شما جواب من ندی. نمیکن. چرا؟ میگی منطقی نیست. آفرین، منطقی نیست که یه زنی 30 سال خونه شوهر زحمت بکشه بعد ولش کنن رو هوا، بگن شوهر شما 1000 هکتار زمین داره ولی چون اعیان نداره ارث به شما نمیرسه. خب باشه، پس سوال کن، پس شما نگو این خلاف اسلام است، خلاف دین است، ما همینو گفتیم. خب من به شما عرض میکنم الان شما اگه اجازه بدی، اما مهندس تندی هم هستی، یعنی نمیذاری اصلا کسی جوابتو بده، این چیزا که تو میسازی سخت میشه. من به شما اینا، اولا اینکه شما گفتی فقها پشت، نه برو پشت فقها قایم شو، نه پشت قرآن. فقها اون حرفا رو نزدن. این فقه پویایی که پدرشون در اومده یه سری فقها گفتن، منظور همینه که آقا اومدن گفتن فقه پویا، اومدن گفتن آقا این فقه جوابگو این جامعه نیست، حرف همه فقهاست که الان دارن زحمت میکشن. شما سری میرید پشت فقها قایم میشید، یا میگید قرآن. آقا قرآن اینو میگه، شما خلاف قرآن میگی. آقا فهم شما از قرآن اشتباهه، من فهم شما رو دارم میزنم. آقا بذار من حرفم بذار من بگم دیگه، یا میخوای شما صحبت؟ حرف هر کی که میخوا باشه. شما اجازه ندارید به فهم خودتون از قرآن بگید قرآن. این فهم شماست از قرآن، همونطور که من حق ندارم به فهم خودم از قرآن بگم قرآن، این فهم من از قرآن. اما چرا میرید پشت قرآن قایم میشید؟ آقا فلانی علیه قرآن صحبت کرده. نه من علیه شما صحبت میکنم، شمایی که قرآن رو نفهمیدی، شمایی که قرآن 300 تا آیه توش گفته فکر کن، در فکرتو گذاشتی، در عقلتو گذاشتی، اصلا فکر نمی کنی. میگه آقای قرآنه. نه آقای قرآن نیست. یه روزی به زن ارث نمی دادن، اصلا زن و آدم حساب نمی کردن، نه زن و پسرم، فقط پسر بزرگ اموال بابا رو می خورد، گور بابای داداشا و خواهرها. خوبه؟ اسلام تو اون جامعه اومد گفت آقا دختر نصف پسر ارث. تازه اینو همون روز اول نگفتا، 23 سال پیامبر زحمت کشید، روز این جامعه کار کرد، از خدا گفت، از آخرت گفت، معارف و گفت، احکام مال مدینه است. بعد 23 سال زحمت کشیدن اومد گفت آی مردم به زن نصف مرد ارث بدید.
جامعه پذیرفت بعد از اینکه پیامبر رو ذهنش کار کرده بود. تازه سب کن بذار تموم شه دیگه بابا جون، عجب گرفتار شدیم ما. بذار حرفم با من پینگ پونگ که بازی نمی کنی که داری. اصلا ببین من هرچی میگم شما ما شما به خدا بری پینگ پونگ درجه یک میشی. اصلا نمیذاری توپ تو زمینت بشینه، سرد میزنی. آقا سب کن. نه آقا من که این حرف زدم، شما نمیدونی لب کلامم چیه. بس خب بذار بگم دیگه، بذار بگم. دعوا که نداریم ما هم دیگه، تشریم که نفت میشه بعد نمیشه، حالا یه چیزی گیره گیره همه میاد. گوش کن داستانو، ما چرا گفتیم نصف بهش بده؟ اصلا هیچی بهش نمیدادن. ما اومدیم با کلی زمین سازی، یه معلمی مثل پیامبر زحمت کشیده، حالا یه نصفه گفتیم به دختر چیکار کنن؟ ارث بدن. جامعه پذیرفته. این پذیرفتنه بعد زحمت ها پیغمبر بوده. اگه روز اول میگفت میگفتن بی خود، هیچ که قبول نمی کرد. خب بعد گفتیم سلس مالم دست خود باباه باشه. اینجا دیگه رو شعور باباه حساب کردیم که آقا شما سلس مالتو خودت میتونی وصیت کنی، یعنی یه جوری بهش گرا دادیم که تنظیم کن. درسته پسر الان نمیپذیره که مساوی بده به خواهره، تو میتونی خودت اضافه تر یه چیزی بدی به دخترها. میگیدی؟ یعنی داریم شروع میکنیم میخوام جامعه رو به یه مقصدی برسونیمش، وسط راه قیچی رو زدید پا کار، گرفتید کار رو دست، گفتید ما دیگه خودمون میریم. خب مقصر الان اسلام پیغمبره، مقصر کیه؟ شما باید بفهمی که آقا پیامبر این قدم اول بود گفت، بعدش میخواست چی بگه، بعدش چی میخواست بگه. زنو از بابا ننه میخریدن، زنو از باباش میخریدن، یه پول میدادن به بابای شیروه ها. یعنی چی؟ پول میدن دختر رو میخریدن دیگه، این مال این بود، میکشتش هم این نمیگفت چرا کشتی، تموم شد میبردش دیگه، دیگه بابا ننش هم نمیدید تا آخر عمرش. زنو از پدر مادرش میخریدن. حالا تو جامعه ای که زن و بابا ننش میخرن، ما اومدیم گفتیم که آقا این که نمیتونه اینو بفروشه، از خودش به خودش پولو بده به خودش، از خودش بخر. چرا گفتیم از خودش بخر؟ یه قدم بیاریم جامعه رو بالا که یه حقی داره این بدبخت، تا به یه جایی برسونیمش که آقا اصلا مگه خریدنیه؟ خریدنی نیست، این انسان، تو هم انسانی، یه تفاهمی میکنید به اسم ازدواج، حقوق مشترکی دارید، آزادیای خودتون هم دارید. ولی شما همون حرف اون موقعی که گفتیم یه قدم جامعه رو بیاریم بالا گرفتید، میگید این قانون اسلامه، این قانون اسلامه، باید به این عمل بشه تا آخر. قرآن قاعده است عزیزم، قرآن همه چیزش نمیتونه تا قیامت باشه. یه بخشی از قرآن، یه بخشی خلاف هیچی نیستیم، یه بخشی از قرآن قراردادهاست، مثل همین داستانی که روی بردهداری داره، داروه برای درمان جامعه. دارو رو بعد از سلامت اگه بخوری باز مریض میشی. خب سب کن الان ثابت میکنم به شما، بردهداری از دنیا طرف رخ. آقا چیه بذار کنار؟ گیر دادی چیه آقا؟ حکم دیگه دارم برای توضیح میدم دیگه، اینو بذار کنار یعنی چی؟ شما اومدی بحث کنی، آقا شما برنده، شیش هیچ به نفع شما، چهار هیچ هم حاضر این باشه شما، چون من سوای قومم ما دست چهاری، نه شیشش واسه من مهمه نه چهارش. عزیزم نیومدی با من جر کنی که، اومدی یه مطلبی بگم، اگه خوب بود استفاده کن، خوب نبود برو سراغ همون علمایی که خودت میگی. ولی اگه بری تو علما غیر از اینام که گفتم نمیشنوی، ظاهرا نرفتی سراغ علما، حوزه نمیدونی چه خبر. کی گفته حوزه مونده تو 1400 سال پیش؟ این فقه پویا رو من نگفتم که، علما دارن میگن. یاد گرفتیم سر این آقا علما رو اصلا نرفتی کتاباشون رو بخونید. پیروز بود آقای جوادی گفته بود اگه شما ندونی کانت چی گفته، ندونی کی چی گفته از بزرگان غربی که حساب گفته، اگه ندونی اینا چی گفته کی میتونی بفهمی اسلام چی گفته؟ اینا که حرفای من نیست که، شما اصلا حرف علما رو نشنیدید که، همینجوری میگید علما یه چیزی شده علما. قرآن اتفاقا ما اومدیم از قرآن دفاع کنیم، جور دیگه هم نمیتونی ازش دفاع کنی. داروی سرطان شیمی درمانیه، یعنی میبرن طرف و با داروهای شیمیایی میدن که اون سلول سرطانی رو بکشن، پرتو میزنن، چیکار میکنن، چیزای تخصصیه که اون سلولای سرطانی رو از بین ببرن. خوبه؟ وقتی سلول سرطانی رو از بین برد سلامت شد، همون دارو رو به همون شخصی که از سرطان رها شده اگه دوباره بدی میکشیش. این دارو برای زمان بیماری بود،
در قرآن مطالبی هست برای زمان بیماری جامعه، میگه اگه رفتی توی جامعه بیمار بود اون جامعه و میرفت بردهداری، آدم ها رو میدوزیدن تبدیل به برده میکردن، اگه خواستی این اخلاق گند و اکلشون بیرون کنی باید از اینجا شروع کنی، قدم به قدم قدم به قدم بیای تا این اخلاق کثیف رو از ذهنشون بیرون کنی، پاک کنی. ولی وقتی پاک کردی دیگه نباید برگردی به این احکام، اگه برگردی به این احکام دوباره جامعه رو میبری تو سرازیر بردهداری. همین گندی که داعش زد، رفت دخترای ایزدی رو گرفت تو بازار موسل بود فروخ، گفت حکم اسلامه اینا بردن. میگیری چی میگم؟ پس این نمیتونه کتابه، بگی کتاب قانون، کتاب فهم مال انسان سازیه. قانون اینه که اغلای جامعه بشینن بر اساس شرایط روز نگاه بکنن یه سری قوانینی بذارن، قوانین هم باید قابلیت تبدیل داشته باشه، چون فرهنگا عوض میشه، جامعه عوض میشه. خب همینایی که گفتم قرآن گفته آخه، قرآن گفته که عقل دارید، گفته فکر کنید. من الان به شما عرض کردم، شما سب کن داداش، یکی یکی داداش، این چیزا که شما میگی و اینا رو تو کتابات دینی مدرسه نوشته، خب خدا خیرت بده. اگه اونا دردش دوام میکرد نه شما الان اینجا بودی نه ما اینجا جمع شده بودیم، هم کتاب دینی مدرسه رو میخوندی حل میشد. گوش میدی؟ قرآن اگه بخوای ازش دفاع بکنی جز این مسیری که داریم میگیم الان، که علما هم گفتن، مال من اگه بود که کلی کلا میخوام عرش که چقدر فهمیدم، این غیر از این مسیر بخوای بری از قرآن استفاده بکنی میشه یه چیزی مثل همون داعش. اگه قبول نکنی یک قراردادی برای جامعه اون زمان در قرآن اومده به اسم داستان بردهداری، مردم مریض بودن یه مریضی مزمنی داشتن به اسم بردهداری، مریضی مزمنی داشتن به اسم خریدن دختر، مریضی مزمنی داشتن به اسم ارث خوری، ارث دختر رو ندن، اصلا دختر آدم حساب نکنن، با این جامعه طرف شده، اومده یه سری قرارداد گذاشته تو جامعه که جامعه رو برسونه به یه بلوغی، جامعه اصلاح بشه. حتی همون قانون قصاصش، تا قبل از اینکه اسلام بگه قصاص، قتال بود، قتال در برابر قتال، کشتی میکشیم دیگه، کار نداریم کی کشته، قبیله شما، یکی قبیله ما رو کشتن، ما اینقدر از قبیله شما میکشیم تا آروم شیم. اسلام اومد گفت نه، قتال در برابر قتال نه، در برابر قتال شما قصاص کنید. قصاص یعنی پاتو بذار جا پای قاتل، یعنی ببین کی زده چجوری زده، همونو بزن، همون جوری بزن. اینو برای کی گفت؟ برای اون که دنبال قتال بود. اما اگه سطح جامعه رشد کرد، فهمید که میتونه ببخشه، به آدمی که میتونه ببخشه اسلام میگه برو قصاص کن. چه میگه برو قصاص کن؟ اگه نخواست ببخشه که یعنی مریض، میگیم قصاص کن، میگیم قتال نری بکنی یا نری صد تا رو بکشی یا همونی که زده رو باید بزنی. این مال چه آدمیه؟ آدمی که نمیتونه ببخشه. اما آدمی که میتونه ببخشه چی؟ سنن النبی علامه طباطبایی، پیامبر برای شخص خودش احدی رو قصاص نکرد. اگه قرار بود این قانونی باشه که بهش عمل کنیم، پیامبرم باید عمل میکرد. میگه نه، این قرارداد رو گذاشتیم، جامعه رو بیاریمش بالا. یه دونه شما بیار قطع کرده باشه. نکرده. نکرده. شأن نزول چیه؟ شما یه جا بیار پیامبر قد، یه سند محکم بیار پیامبر دست و پا یکی رو به خلاف قد کرده باشه. چیو؟ هیچ مفسری رو ما مطلق هیچ که قبول نداریم، معلومه که قبول نداریم هیچ کس رو مطلق. شما حرفتو، شما میگی فلان حدیث با سند بیاری، بگی طبق این سند آقا پیغمبر فلان کارو کرده، سند باید بیاری دیگه، بگی طبق این سند. شما حدیثی رو که میگی بگو، منم میرم سندشو بررسی میکنم میارم بهت میگم چقدر دروغ توش بوده. آقا گوش کن، الان من به شما یه حدیث برای شما میخونم، سندم داره. اینکه سند آورده معنیش نیست که سندش درسته، که حتی المیزان چه فرقی میکنه؟ شما خود علامه خودشو معصوم نمیدونست، خود علامه، خود آقای مکارم شیرازی خودشو معصوم نمیدونه، شما ایشونو معصوم میدونی؟ چه حرفی میزنی؟ هر کی میگم آقا،
نه میدونم اشکال نداره، اشکال نداره. آقا آقا گوش کن گوش کن، اشکال نداره، داره سوال میکنه، من دارم جواب میدم، عیبی نداره دیگه. حالا یه بار مده سوال کن دیگه، شما اینجوری کنید دفعه بعد نمیاد که. یعنی چی؟ همینا رو گفتید نیاد، هیچ که نیومده دیگه. من چه هیئت نگرفتم واسه خودم و طرفدارم که؟ اینجوری خوب نیست، این اخلاق درست نیست. اگه حوصله ندارید یه ساعت اول جلسه نیایید، یه ساعت اول همینه. آقا طرف میاد سوال داره، سوال میکنه، قرارم نیست قانع بشه، ممکنه قانع نشه پاشه بره، ممکنه قانع نشه بخواد هر هفته بیاد همجوری شلوغ کنه. شما چه کار دارید؟ حوصله ندارید؟ آقا من با حوصله‌ام سر بره دیگه، من حوصله‌ام زیاده آقا، من حوصله‌ام سر نمیره. تا صبح قیامت هم بیاید سوال کنید اما جواب میشنوید. ولی این اخلاقمون رو بذاریم کنار، همین هی دهن همه رو بستیم، مرید یکی شدیم. آقا هر چی حاج آقا میگه دیگه، هر کی اومده حفظ دهن تو، من توهین نکن با حاج آقا، صحبت نکن، فلان نکن، شده این چی دارید میبینید؟ آقا بذار سوال کنه، بذار بپرسه، این سوالی که ایشون میگه که صد نفر دیگه هم گفتن دیگه، منم دارم جواب میدم دیگه. هفته دیگه هم بیاد، هفته دیگه هم بیاد، هفته دیگه شم بیاد. من یه استادی داشتم میرفتم پیشش درس میخوندیم با هم، یه بند خدا بود، حالا ایشون که خیلی داره احترامش میکنه، اون اصلا احترام حاج آقا ما رفسه میکرد، یک سال میومد یه چرت و حالا داره سال حسابی میپرسه، چرت و پرت میپرسید، بعد چرت و پرت پاشم وای میساد. بس دیگه ماها کم میووردیم، حاج آقا میگفت آقا شما ناراحتی، پاشیم بریم، سوال داریم، خدا من سوال، شما چه کار دارید؟ سوال داره. یک سال، نه یه بار، حالا یه بار بعد یه کردن خدا بود قرآن میخونم میمن، اونم نیومد بند خدا، قبلش گیر دادیدم ده. حالا بعد عمر یکی پیدا شده گیر داده، 300 داشته باشین دیگه، چیزی نمیشه که. آقا ببین چیه داستان، من حدیث الان برای شما میخونم، شما حدیثو میگی 100 درصد درسته، خب سندم داره، اما اتفاقا حدیث غلطه. حتی شما اگه علم حدیث بخونی، حتی اینکه بگی آقا سلسله رو درسته، سلسله یا حدیث رو درست چیده، بعد تازه میام میگیم خب اکی اینو نوشته، مگه الان کاری داره من یه کتابی بردارم بنویسم آقای فلانی در کتاب فلان، در کتاب فلان گفت فلان مطلبو، شما میخونی ببینی این که همش درسته، این آقای فلانی بوده، فلان کتابم بوده، ولی اون کتابه الان نیست، تو دسترس شما نیست. یعنی این که یک حدیثی دم سندشو درست چیده باشن، مفهومش نیست که این حدیث درسته. حدیثه رو باید ببری با قرآن بسنجی، باید با عقلت بسنجی که مثلا میخونه، مثلا به این پیامبر میاد که یه همچی کاری کرده باشه. اصلا شما نها کن، همین آقای چیز بود، این خواننده بود، عارف، اومد یه صحبتی کرد که آقا علی ابن ابی طالب اصلا آدم خوبی نبوده، یه شب گردن 800 نفر زده فلان فلان. من همین چند تا راه گفتم بچه ها پیدا کنیم بهش بگم آقا این کلن جعله، 150 سال بعد از امیرالمومنین اینا رو جعل کردن، بنی قریظه درست کردن و آقا علی یه شب 700 نفر رو گردن زد و پیغمبرم حتما صندلی گشته بوده، نشسته بوده، نگاه می‌کرده دیگه، اینم گردن می‌زده. بعد دسترسی پیدا نکردیم، پیروز دیدم خودش یه بیانیه داده که آقا بنده رفتم یک سری دانشمند با من صحبت کردن و چیزو که به من رسیده که آقا این احادیث مال 150 سال بعد از حضرت امیر بوده. خیلی هم خوشحال شدم اینو نوشته بود، یعنی فهمیدم که داره راست میگه. یه وقت ترسیده یا روی بیانیه میده، خب نمیاد رفرنس درست بده، رفرنس درست هم داده که دقیقا 150 سال بعد علی اینا جعل شده و من اشتباه کردم. یه تیکه جالبم توش نوشته بود که حالا من که اشتباه کردم، به اشتباه من پی بردم و از امیرالمومنین عذرخواهی میکنم. شما که طرفدار علی هستی چرا انقدر فوش دادید به من؟ شما کجاتون به علی میخوره آخر؟ حرف حساب زده دیگه، حرف حسابتر از این نمیشه اصلا. میخوام به شما بگم شما با یک دینی طرفین که کتابت 100 سال تا بعد پیامبر کتابت ممنوع بوده، اجازه نقل حدیث نمیدادن، بعدش هم که شروع کردن نوشتن، حکام اصلا نوشتن در دست حکام بوده، کتاب نوشتنش، حفظش، که شما هرچی کتابخونه بزرگ تو عالم برید ببینید همش مال پادشاه هاست، هر چی کتابخونه ببینید کاتب اونا می نوشتن و اینا تو نوشتن منظور داشتن، براشون منفعت داشته. برای همین شما راحت نمیتونی به یه حدیثی استناد بکنی، باید حدیثه رو برداری بیاری بذاری عقلت هم بیاری وسط. این عقل چیز مهمیه، 300 تا آیه تو قرآن گفته فکر کن، نمیشه در فکرتو بذاری که. بعد بیا ببینیم، خب حالا ببینیم این حدیثه داره چی میگه، این آیه داره چی میگه.
این که من میگم این آیه رو درست ترجمه نکردیم، علتش اینه که اصلا نفهمیدیم مطلب چی بوده. ما توی جامعه طرف شدیم، این جامعه میکشه، کشتن افتخار میدونه، افتخار میدونن آقا فلانجا جنگ شده، من 10 نفر من کشتم. جامعه خشنه، ما میخوایم جلو کشتن رو به هر طریقی بگیریم که آدم نمیره، چون ارزش یک انسان میدونیم چقدره. میام چیکار میکنی بابا؟ یارو فقط زبون تهدید حالیش میشه، میگه ببین بیای جلو دستپاتم قطع میکنی، مثل بچه‌ای که داره علی پشت بوم میفته، شما تهدیدش میکنی دیگه، بهش میگه عزیزم فرزندم از اون ارتفاع بیفتین استخونای شما ترک فهم میداره، ممکنه اصلا با سر بخوری زمین میمیره عزیزم. بچه 3 ساله است، اصلا زبون حالیش نیست، اومده لب پنجره میخواد از بالای طبقه سوم میخواد بیا تو رو بغل کنه، تو فوش بهش میدی، داد میزنی سر برو کنار بدر تو میکشمت، تیکه بارت میکنه، آقا یه چیزی پرت میکنه که بره دیگه. حالا یه نفر این صحنه، این حرفایی که تو داری به این بچه رو میزنی بیاره بگه شما این بچه رو تهدید به قتل کردی، کدوم عاقلی میگه این تهدید به قتله؟ همه میگن نه آقا این باباشه، این میخواسته بچه نیفته. هیچ فرقی نداره پیغمبره ها؟ فرقش اینه که شما بگو. خود اون بچه برای کنید، این اون بچه برای کنید، بله. اگه این آیه محاربه، شما این آدم های محارب برای مهم نیست. چرا مهم نیست؟ نه اول از همه امنیت اون جامعه برای نه اصلا تو اسلام اول و دوم نداره، مشکل همینه. ما تو اسلام اول و دوم نداریم، اهم و مهم نداریم. نه 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 نه، ما دفع افسد ببین داداش، نه دفع افسد به فاسد داریم، نه اهم و مهم داریم. من شما یه سوال میکنم، عصر عاشورا روایت هست که امام حسین رفته اسبشو آب داده، یعنی با اسب حمله کرده به شریعه، با اسب وارد شریعه شده، اسبو آب داده برگشته. خب که کوفیان گفتن خواست خودش آب بخوره، ما نذاشتیم، حالا اون تصور اونا بود. خب به من میگه عصر عاشورا بدون مشک رفتی چیکار کنی؟ رفتی اسبو آب بدی. ها؟ نه این اصلا نیست هیچی. نه آقا اصلا حرفای منو گوش کن داداش، حرفای منو گوش کن، منظورم بگیر. میخوام بگم اهم و مهمم نکرده امام حسین. ببین آب دادن به اسب مهمه، حفظ خیمه ها چیه؟ اهمه. امام حسین نگفته من اهم و مهم میکنم، مهم و ولش میکنم، میچسبم به اهم. گفته نه، حقوق این حیوان اینه که آب بخوره، برده حیوانو بهش آب داده. که آی بهجت میگفت اهم و مهم و اهل بیت از ما گرفتن، چه برسه به دفع افسد به فاسد. حضرت مسلم تو خونه هانی یه ترور اگه انجام میداد ابن زیادو میکشت، اصلا چیزی به اسم کربلا رخ نمیداد. خب بهش میگن دفع افسد به فاسد، این کار فاسده، کشتن یک نفر ترور شخص در اسلام حرامه، ما ترور نداریم، کار فاسدیه. افسد چیه؟ کشته شدن امام حسین. حالا تو یه فاسدی رو انجام میدادی که یه افسدی رخ نده، میگه نخیر، ما دفع افسد به فاسد، اصلا دفع افسد به فاسد مملکت ما رو به اینجا رسونده، ما همیشه به این رأی دادیم که اون رأی میگیره، این شده وضع مملکت. که همیشه یه کسی اومده، یعنی ما همیشه میدونستیم کیو نمیخوایم، ولی نمیدونستیم کیو میخوایم، چون همیشه به یکی رأی دادیم که اون یکی نشه رئیس جمهور، بعد این شده رئیس جمهور، دیدیم اوه 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 او دم همون قبلی یاد همینجوری ادعا پیدا کرده. هم بهش گفتیم دفع افسد به فاسد، آقا دفع افسد به فاسد غلطه، اهم و مهمم تو اسلام نداریم، شما هیچ مهمی رو نمیتونی فدای اهم بکنی، مهمم جای خودشه. خب حالا تو قرآن به شما گفته فکر کن، 300 تا آیه اومده گفته فکر کن. قرآن اگه میخواست تو فکر نکنی خودش فقط حرف بزنه به تو میگفت گوش کن، نمیگفت فکر کن، چه میگه آقا گوش کن چی میگم، همینی که من میگم گوش کنید، به شما گفته برید فکر کنید. خب شما فکر کن، ما قرار دست و پا یارو به خلاف قطع کنیم؟ نکرده پیغمبر، دارم به شما میگم نکرده دیگه. یک عالم، یک علمای اصفهان بود، یادم رفت کیه، میگفت تمام احادیثی که راجع به حدوده، بنده رفتم همه رو دیدم، یه دونه حدیث محکم توش نیست که اهل بیت حتی حد زده باشن به کسی. آقا شما عزیزم، من دارم حرف تخصصی به شما میزنم، میگم یه کسی رفته کار علمی کرده، شما همون حدیثی که میگه حضرت علی یکیو شلاق زده رو برده بیار، بعد من بهت میگم که آقا این کارو کرده ایرا، که میگم آقا این حدیث این سندش گیر داره، اینجا مفهومش گیر داره، اینم فلان سال نوشتن در فلان کتاب، اصلا اینی قطع از گذشته، بعد میبینی چه کلاهی رفته سرمون. اینجوری که من به شما میگم همه تفاصیل نمیده کنار،
شما مجبور میشی از عقلت استفاده کنی، یه ذره کار سخت میشه داداش. خب ولش کن، چرا میای بس میکنی با من؟ خب باشه، خب باشه، حالا اونه که حدیث شناسن پس میان صحبت میکنم. نه دیگه، گوش کن، اگه شما حوصله‌شو نداری، وقتشو نداری، یکی که وقتشو داره بگو بیاد با هم صحبت کنیم. چیکار؟ آقا صبر کن، صبر کن، صبر کن، صبر کن. بس جلسه منم دیگه. آقا سوالش اگه مهم نبود بنده میگفتم که آقا بس، وقت بقیه رو داری میگیری. ولی سوالیه که صد بار خودم تو کامنت ها دیدم، سوالش مهمه، بذار بگم. چی؟ نه مشکل نداره، شما حالا مظلوم نشو، هم خیلی مظلوم هم نیست. جب نده، این دانشجوهای چیزی هست معلومه بلد. ما خودم این کارو داداش، ما اصل مجلس خراب کن بودیم یه روزی. شما سوالتو بگو داداش. ببین شما نمیتونی بری پشت علم آقای همشی بیای با من بحث کنی. یا تو داری شخصش، شما اسمه چیه؟ آقا محمد. یا شما داری با من حرف میزنی، من جواب شما رو دارم میدم. یه بار شما میگی که علما فقها، من با اونا جای دیگه میرم صحبت میکنم. شما فکر نکن ما فقط رو منبر میام حرف میزنیم. من همین صبح با یکی از بزرگان قرار دارم، یکی از بزرگان حوزه ها علمای حقوق، اونم مثلا چیکار؟ آقا بشینیم صحبت کنیم. اینجوری هم نیست که من برم منو تایید کنن، یعنی میریم اونجا صحبت میکنیم. خیلی وقتا میگه من حرف قبول ندارم. میدونی چی میگم؟ مثلا میشیم بحث میکنیم، صحبت میکنیم، حالا دیدار دوستانه است ولی توش بحثم میشه. میخوام بگم اینجوری نیست، من با اونا میرم سر جاش صحبت میکنم. خود محمد آقا اگه سوال تو ذهنته جواب من نست که گفتم. ببینید در چند تا آیه بعد از همین داریم مقابله. بله بله بله. خب یه روایت هم توی همین زیر همین آیه گفته تفسیر علیزان که حضرت علی این کارو کرد با دوست، دست دوست رو قطع کرد. خب من اون روایت رو قبول ندارم. نه خب دیگه قبول ندارم، حتی فهم شما رو از آیه قبول ندارم که قرآن گفته باشه دست یا رو قطع کن. یه ببین یه آره معنی دیگه میده، بهش فکر کن. اگه میخوای ذهنت باز شه، یه روایت برات میگم فقط ذهنت باز شه. خب نمیخوام حکم نمیدم و من فقیه نیستم حکم بدم، و حکم با فقهاست، من کاری با اونا ندارم. من میخوام یه چیزی بگم ذهنتو باز شه. ما یه روایت داریم که پیامبر یه جا نشسته بود، بعد اصحابم دورش بودن، یه پیرمردی اومد گفت من فقیرم به من کمک کنید. پیامبر فهمید که یکی زبون اینو ببره. بعد چیکار کنیم الان؟ دروغ نیست. یه کسی آقایون کلام عرب با کلام فارسی فرق داره. شما در مثال مناقشه میکنید در فارسی. من تو فارسی بگم تو مثل شطوری میمونی که هرچی حرفت میزنن مثلا چیکار میکنی، میگی من شطورم بهت بر میخوره. اما عرب اینجوری نیست، در مثال مناقشه نمیکنه. یارو میگه روایت میگه که طرف اومد پیامبر کمک خواست، بعد پیامبر کمکی بهش کرد، این فکر کمه، فکر کرد پیامبر خیلی پول داره، یه چیزی کمی به این داده، قاطی کرد واسه پیامبر. حسابم همه شلوغ. آقا فرمود تلف کنه چتونه، طرفو گرفت فرداش بردش تو خونه. خونه پیامبر رو دید، ای این اصلا هیچی نداره، خیلی به این کمک کرده. این فکر کرده این میده خانه خودشونه، اینه مثلا رئیس قبیله ها خودشونه، خودش الان خونهش زربفته و طلا ملای چی. گفت آقا من خیلی تو رو دوست دارم، دمت گرم، تو خودت هیچی نداری که. آقا فهمون میشه اینو فردا بیای تو جمع بگی همین جمله رو؟ چرا؟ چون یه آدم های تندی هستن، با آدم ممکنه بره خدمت این بدبخت برسن. یعنی همیشه بوده یه همچی چیزی که پیغمبر توی یه دنیای دیگه است، دوروبری ها تو دنیا خودشونن. فرداش اومد تو مسجد علن جلو همه گفت آقا من تو رو خیلی دوست دارم، همه اصلا جا خوردن. آقا فرمود میدونید مسئله من با این مرد مثل کیه؟ مثل اون مردیه که شطورش فرار کرده بود، بعد همه هی داد میزدن بگیر بگیر وایسا وایسا. گفت آقایون رم میدید شطورو، شما هیچ کاری نگو، خودم بلدم. یه مقدار علوفه برداشت، برد گرفت نزدیک دهن شطوره، شطوره تا اومد بخوره افسار شطوره گرفت. یعنی پیامبر خواست بهشون بگه من خودم کارمو برای اینو تو فارسی به هر کی بگی بهش برمیخوره. ما حالا ما شطور شدیم، ما گفتیم شما رو دوست داریم، ولی ما شطور نبودیم. اون عرب با تو فرق میکنه. حالا اگه پیامبر این جمله رو گفته باشه، یکی باید باشه با شمشیر زبون یارو قطع کنه. اتفاقا یکی با شمشیر باشد. آقا فهمو چیکار میکنی؟ شما گفتی زبونش بشین. آقا زبون فقیر رو میگم ببری، چجوری باید ببری؟ یعنی یه جوری باید بهش کمک بکنی که دیگه هیچ جا نره گدایی کنه. زبون فقرشو میری میبری،
فقط گفتم ذهنت یه ذره چی بشه، بقیهش دیگه بذار بعدا میکشنت اینجا میگم. بچه کاری بهش نشده باشه. بفهم حالا شما راجع به حرفای من تو این جلسه فکر کنید، یه هفته بعد سوال کنید، چون جوابشو خب میدونم دیگه، قرار نیست راجع به هر کی سوال میکنه شما راجع. من گفتم اگه یه هفته شما رو حرفای من فکر کردی سوال پیش اومده بگو. این که ما میخواهیم حد بزنیم، از شما سوال میکنم احکام اسلام خوبه، همین احکامی که هست. آقای فاطمی نیا هم اسد عبدالله دیدم اینو یه جایی کلیپ کردن پخش کردن. اگه یه کسی رو بیارم پیش یه قاضی به اتهام چی؟ شراب خوری. اسلام به قاضی گفته چیکار کن؟ حدش اینه که شلاق بزنن، درسته؟ به قاضی گفته چیکار کن؟ گفته حرف تو دهنش بذار. بگو اون دارو مصرف کردی که برای درد دندونه بو الکل میده، اونم یه سرتکون داد، بگو همون دارو بوده، بدید بره. پس نمیخوای بزنی حدو بش؟ بله نمیخوام بش حدو بزنی. برای چی میخوام حد بزنیم؟ حد زدن چی کار میکنه؟ ما میخوام جامعه رو تربیت کنیم. یه حدودی گذاشتیم کسی سمت یه چیزایی نره، خوبه؟ حالا اگه رفت باید باش چیکار کنیم؟ اگه رفت خیلی وقتا این نیستش که حد خالی بتونه مشکلی حل بکنه. شلاق آقایون، شلاقی که همین الانم هم میزنن، چهار تا اولش درد داره، از پنجمی سر میشه. یه بارم که بزننتون تجربه دارش بیان گفت من بیتر در این حد من نزدن. خوبه؟ یه بارم که بیارن کف خیابون محلتون بزننه، دفعه دوم واسه چی میشه؟ عادی میشه. یارو میخوابه میگه آقا شلاق منو بزن برو، همینجا بردن چی بود شلاق بزن پاشت، گفت سلامتی همه داشته سلامات. اونی که شلاق خورده بود، یعنی اثرش رو یواش یواش چی میکنه؟ از دست میده. پس ما نخواستیم اصلا کسی رو بزنیم شلاق. حده هست، من با حدود کاری ندارم. ما منتها من میگم هدف ما زدنه؟ نه، هدف ما اصلاح. تا جایی هم که بشه نزنیم اصلاح بشه بهتر نیست؟ همه میگن بهتر دیگه. حالا یه جایی که نشد و فلان اونو داستانش فرق کن. سلام علیکم. سلام علیکم. همیشه این جلسه اولی ها ما باشی مشکل داریم، حالا انشاءالله با شما مشکل نخواهیم. سلامت باشه. قبطه بیشه میگی جلسه اولش بود نمیذاش به حرف بزنم. این من اینجا نشسته بود کو نیومده این هفته، هر چی گفتم یه چیزی گفت، گفتم آقا سجون هر کی دوخا صبر کن بذار من حرفم بزنم. حالا بگین بفهم. به خدمت شما رسیدم که توی حالا توی بیدار باش یا توی حالا اینستا توی لایو چیزی که من متوجه شدم، فعالیت شهرم اشتباه باشه، چیزی که من متوجه شدم این بوده که میگفتین آقا قرآن یه چیزیه که برای اون موقع است و درک ما نسبت به این جامعه باید بهتر بشه. حالا مثلا شما اشتباه متوجه شدید نسبت به حالا به همون قصصی که گفتین، گفتین اگر مثلا توی این جامعه اگر یه اتفاقی افتاد اگر ببخشن، یعنی جامعهمون باید بره مثلا ببخشه. نه اشتباه دارید میکنید. قرآن بخش‌های متفاوت داره. یه بخشی از قرآن داستان همین قرارداد هاست که این اتفاق براش بیفته، یه بخشی از قرآن معارف قرآنه که اون اصلا نه زمان داره نه مکان. کی گفته؟ مثلا شما سوره الرحمن، الرحمن رو بخون، حکمی توش میبینید؟ حکمی توش نگفته. پر از معارفه، بی نظیر این سوره، پر از معارفیه که لا زمان و لا مکانه. اون یه بخشی از قرآن قرارداد هاست که با تغییر زمان تغییر میکنه، مثل داستان بردهداری که تموم شده الان دیگه، اسلام تمومش کرد. اروپا 200 سال بردهداری رو بیخیال شده، 200 سال هم نی کمتره. مسلمان ها خیلی سال پیش این داستان رو گذاشتن که تازه کار بعد پیامبر به روش پیامبر هم ادامه پیدا نکرده، یعنی یه جایی افتاده دست بنی امیه، یه جایی افتاده دست بنی لباس، کسای دیگه کارو گرفتن دست، نه اینکه که مثل پیامبر باشه، وگرنه زودتر از اینه عبه این میرفت. یه بخشی از قرآن این قرارداد هاست که این اتتازه خیلیش هم همین الان چیز داره، موضوعیت داره. همین الان شما میری با یه جامعه بدوی روبرو میشی،
شما الان میری تو آفریقا بابا یارو زنش مرده میمیره زن یارو میکشن، زن مرده میمیره شما برید تو بزنید ویکی‌پدیا بیارید داستان برخوردایی که با زنها میکنن، یارو میمیره زنشو میکشن. اینا خودشون نشستن فکر کردن گفتن اگه زنش زنده بمونه ممکنه مردا بخوان به این زنه دسترسی پیدا کنن، دعوا میشه، برای اینکه اون بیشورا دعوا نکنن زنه رو میکشن. خب همین الان هم ممکنه هست این چیزها، همین الان. خب حالا شما رفتی تو جامعه ای که زنو میکشن، بسم الله حقوق بانوان بگو ببینم، خودت هم میزنن میکشن، نمیفهمن این چیزها رو. باید رو ذهن اینا کلی کار بکنی، یه امتیاز بدی به خانوما، بگه حالا نکشینش، مثلا برادر پس مرد بیاد اینو بگیره، اینم غلطه ها، ولی فعلا میخوایم نکشنش، حالا نکشنش فعلا، بعد یواش یواش به بلوغی برسه جامعه، بگی مثلا به شما چی، این باید که دوست داشته باشه میتونه ازدواج کنه. ولی این حرفی که آخر رو که نمیشه اول بزنی، همونجا میدادن دیگه آبگوش میخورنت. حالا صحبتایی که پس میکنیم برای آینده است، حالا با توجه به نه نه حرف منو بگیر، مال الانه، حرف منو بگیر. قرآن بخش های متفاوت دارد، یک کتاب یه دست نیست، بخش های متفاوت دارد، یه مطالبی داره معرفتیه، اینا نه زمان داره نه مکان، هیچی بی نظیره، هیچ جای عالم مثلش نیست، بود بیار من بخونم، نخونده بهت نمیگم چه. یه بخشیش قرارداد هاست، یه بخشیش قصص قرآن، قصه ها اصلا داستانش فرق میکنه، اونا باید مفاهیمشو بگیری، اصل قصه رو نباید بهش تعصب پیدا کنی که به مشکل بخوری، بعد بگی آقا فلان اتفاق مگه میشه بیفته، میگم اصلا اتفاقو ولش کن، این قصص قرآن درس داره، پند داره. شما میشینی مثلا میگم شاهنامه فردوسی میخونی، شما میگی فردوسی آدم دروغگویی بوده، چون نه رستمی هست نه سهرابی وجود داشته، نه چه میدونم سیمرغی هست نه ققنوسی هست نه زالی بوده، هیچ کدوم اینا نیست. خوبه؟ اون اومده در ذیل یک قصه کلی از معارف انسانی رو بیان کرده. خوبه؟ اون معارف انسانیش تو باید بگیری، نه داستان و فردوسی رو بیارم محاکمه کنن فلان فلان شده. کو رستم؟ کو؟ هیچ جای تاریخ اسمش نیست، سر رستم وجود نداشته. میگه من به رستم چه کار دارم؟ تو درس داستان رستم و سهراب رو بگیر آقا، به رستم و سهراب چه کار داری؟ تو قصص قرآن که تو نباید بیای تشکیک کنی بگی آقا بالاخره سیل اومده یا نه، آقا به این حرفا چه کار داری تو؟ از داستان نوح درس تو بگیر، از داستان صالح درس تو بگیر، اون درس مهمه که زندگی شما رو رو میبره. این که حالا این اتفاق واقعا افتاده یا داستانه یا اسطوره است یا هر چی، به این چی کار داری؟ میگی چی میگم؟ یه بخشش ایناست، شما باید بخش‌های مختلف قرآن رو ببینی، بعد ببینی که هیچ مشکلی تو قرآن نیست. ولی شما وقتی قرآن رو فکر میکنی یه کتاب یه موضوع داره، همش از اول تا آخر یه چیزه، بعد به مشکل میخوری، با علم روز به مشکل میخوری، با فلسفه به مشکل میخوری، با عرفان به مشکل میخوری. چرا تو طول تاریخ عرفا و فلاسفه همیشه با ذهنیت جامعه مشکل داشتن؟ همیشه مطرود بودن اینا دیگه، هم فلاسفه در همه ادیان، در تمام ادیان، در یهود، در مسیح، در همه، در اسلام عرف فلاسفه همیشه مطرود بودن، همیشه، چون مثل جامعهشون فکر نمی‌کردن. چون وقتی شما عقلی محض فکر می‌کنی با اعتقاداتی که تو جامعه به اسم دین می‌بینی، می‌بینی سازگاری نداره، حرفا منطقی نیست. از اون ور عرفا هم همینطور، عرفا هم در تمام ادیان مشکل داشتن، چون در عالم شهود به این چیزایی که اینا به اسم دین بهش اعتقاد داشتن نمی‌رسیدن، به مطالب دیگه‌ای می‌رسیدن. هر کدومشون هم مطرح کردن کشته شدن، همون مردم کشتنشون، در تمام ادیان. یعنی خدا میدونه تو مسیحیت چقدر عالم کشتن، در یهود همینطور، در اسلام همینطور، در تمام ادیان. پس یعنی دریافت‌های فلسفی با عقل بحث و دریافت‌های عرفانی با شهود با نظریه دینی جوامع نمی‌ساخته. چرا؟ چون جوامع دیده درستی به دین نداشتن، یه دید سطحی داشتن، همه دین رو یه دست نگاه میکردن، فلهی پذیرفته بودن، اصلا به هیچیش فکر نمیکردن. بعد فیلسوفه میشست فکر میکرد، میگو مشکل داره. از 150 سال 200 سال پیش که علم جدید شروع کرد پیشرفت کردن، دانشمندای علوم جدیدم با ادیان به مشکل خوردن،
که اینجا دیگه چون جمعیت پیدا کرد. ببین دین اگه تو جامعه شما الان هیچ فیلسوفی نباشه زندگی شما میچرخه، خورشید میاد بالا شما صبح میرید سر کار چیز میفروشید، عارف هم اگه نباشه تو شهرتون زندگی شما میچرخه، اما اگه دکتر نباشه زندگی شما نمیچرخه، اگه فیزیکدان نباشه زندگی شما، مکانیک نباشه. حالا علوم جدیدم اومدن دیدن آقا با این افکار جامعه نمیتونن بسازن. آقا خورشید مثلا خورشید گرفتگی، میگفتن آقا اومدن شیاطین خورشید رو ببرن ظرف مسی میوردن و ظرف بزنن، یارو میگه حرفا چی آقا، سایه مثلا ماه افتاده رو خورشید یا سایه زمین افتاده رو ماه، سایه ماه میفته رو زمین یا سایه میفته جلو خورشید، بعد شما فهم میکنی خورشید گرفتگی یا ماه گرفتگی، حالا هر چه نمیدونم سایه کدوم رو کدوم میفته کیش میفته. صبح میرن در میارم یه دیدی بلد نبود خسوف چیه، این بی سواده. حالا سایه یه چیزی رو یه چیزی میفته، حالا همینش هم همین الان مشکل داریم. یعنی یه عده میگن این حرفا چیه، زمین صاف، اون روز پسر اومده بود بنده خدا میگفت زمین صافه کروی نیست، سایت دارن، من سایتشون رو رفتم دیدم سایت دارن مفصل آزمایش میکنن اصلا زمین گرد نیست، زمین صاف تخت فلان، این حرف رو کار ندارم. من عرضم به شما اینه، میخوام بگم از 100 سال پیش 150 سال پیش این علمای علوم حسی، علوم جدید، علوم تجربی هم اضافه شدن به عرفا و فلاسفه، فقط فرقشون با اونا چی بود؟ عرفا و فلاسفه پیگیر کننده نداشتن، چون مباحث عقلیه محض کار سختی، کار هر کسی نیست، دنیا هزار سال به چرخه یکی مثل بوعلی نمیاد آقا، تعارف نداره که، عمرن نمیاد یه همچی مخی میگیری، و خیلی های دیگه همه در همه ادیان. از اون ور فلاس عرفا هم نداشتن طرفدار، چون باید تهجد و زهد و نخوری و نبینی و نری و هرچی نداره انجام بدی، خب مردم حوصله این کارا رو ندارن، حوصله این چیزا رو ندارن، آقا برم من روزه بگیرم که چی بشه، نه که یه حقیقتی رو بفهمم، خواستم نفهمم. اما علوم جدید خیلی راحت بود، تو میتونی زهد نداشته باشی، مباحث عقلی خیلی سنگین هم نمیخواد، ولی میری علوم جدید رو یاد میگیری، میشی مهندس، دکتر، چونم مکانیک فلان هر چیزی، نه که عقل نمیخواد، کلنا مباحث عقلی محض با این عقلی که الان ما داریم فرق میکنه، کار سنگینیه. حالا بعد جامعه به اینا نیازم داشت، برای همین رفت سمت اینا، رفت سمت اینا، دید نمیتونه با اعتقادات قبلش بسازه، نمیتونه فکر کنه خورشید و شیاطین اومدن بدزدن یا ماهو الان میخوان بخورن، میگه آقا این سایه زمین افتاده رو ماه، چی داری میگی، براش اهمیت نداره دیگه. تو بگی آخ آقا میدونی چی شد، ماه رفت فلان، میگه آقا این چه سایه این افتاده رو، این چیز طبیعی، یا مثلا تو میگی زمین اینجا صفر شد، میگه چرت و پرتا چی تو میگی زمین اینجا صفر شد، اون میگه نشده، تمام ادیان هم این چیزا رو داشتن، ما میگیم از زیر کعبه صفر شده زمین، بهش میگیم ده ولرز، روزه داره، نماز داره، فلان داره، این چیزا درست شد. مسیحی ها میگن از کجا درست شده، زیر صخره مقدس، میگن زمین از اینجا صفر شده، یعنی اینا اعتقادات بوده، و اگه کسی اینو قبول نمی کرد میگفتن تو چی هستی، کافری، میکشتنش، میسوزوندنش. حالا علم جدید شما برده بیار عمران قبول بکنه که زمین از اینجا صفر شد یا از اونجا صفر شد، بر اساس چه منطقی اینو میگی؟ علوم جدیدم شروع کردن با دین با تفکرات دینی به مشکل خوردن. حالا مشکل از کجا بود؟ مشکل از دین بود؟ نه آقا، مشکل از فهم غلط عمومی از دین بود، که دین رو یه چیز سطحی گرفته بودن، همینجوری فلهی پذیرفته بودنش، بعد الان با دین به مشکل خوردن. شما فهم کن الان تو جامعه ما بیدینی خیلی رواج نداره، مثلا دیده نمیشه به چشم فلان، برای چیه؟ چون شما با دین کاری ندارید. شما با دین چه کار دارید؟ شما اصلا با دین کاری ندارید. شما الان تو جامعه ما بهت میگن مسلمون، نماز هم نخون، روزه هم نگیر، حج هم نرو، امر به معروف هم نکن، نهی از منکر هم نکن، چه میدونم، و اعتقاداتی که بهش میگفتن دین، شما اصلا اعتقاداتی که بهش میگفتن دین نمیدونید چی هست. اگه خواستی بدونید دادگاه های تفتیش عقاید رو بخونید، همون چرت و پرتایی که قاضی به متهم میگفت ما هم میگفتیم، اعتقادات مسلمانان با مسیحی ها یکی بوده، اسمش فرق میکرده. این میگه که چشمه مقدس، شما میگید در کجاست؟ میگید اسماعیله، زمزم. مسیحی ها میگن کجاست؟ در کوه فلان چشمه مقدس درست شد، جبرائیل ایجادش کرد برای اینکه مریم عذرا، مریم مقدس، پاهای عیسی رو بشوره، نوزاد رو بشوره در آب. خب اون میگه چشمه مقدس اونجاست، شما میگید چشمه مقدس اینجاست، یعنی جفتتون چشمه مقدس دارید. شما اینجا تو جمکران چاه دارید، میرید نامه میندازید توش،
بدید دست امام زمان برسه با این حرفا. درسته؟ دقیقاً در مسیحیت کلیسا زیر زمین، یکی این کلیسای دوست منم رفته بود عکسش برام فرستاد، میگن آقا فلان مثلا کشیش اینجا مرده و شما نامه